نام خدا و سلام بر شما بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید چگونگی آزادی بیان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی آیا واقعا حکومت وحدت ملی در پی خفه کردن صدای مردم و خبرنگاران است پس از تشکیل حکومت وحدت ملی چندین مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته است این خشونت ها معمولا از طرف نهادهای دولتی و افراد مربوط به این نهادها صورت گرفته در آخرین مورد دیروز در بامیان چنین اتفاق افتاد وقتی رئیس جمهور به با بامیان سفر کرد شماری از فعالان مدنی در بامیان دست به با اعتراض زدند اما آنها توسط نیروهای پلیس بازداشت شده سپس مورد لاتوکوب قرار گرفته و به جای نامعلوم برده شدند تا اینکه رئیس جمهور از سفر بامیانش به با کابل برگشت آیا واقعا رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی در دو سالی که از عمر این حکومت میگذره در پای خفه کردن صدای مردم بوده با آنچه که به عنوان یک میراث نیک و خوب از حکومت وعدت از حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی باقی مانده بود آن را هم از دست داده است این موضوع را بس میکنیم با حضور مهمانان گرامی آقایان حامد پویا رئیس بازار رسانها و سید ناصر موسوی فعال مدنی مهمانان گرامی به بحث خوش آمدید آقای پویا با شما آواز میتونیم در دو سال کاری حکومت وعدت ملی رفتار حکومت با کارکنان رسانه‌ای و خبرنگاران چگونه بوده و رفتار این حکومت و روی کردش در برابر آزادی بیان چگونه بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و میهمان حاضر در بحث و همچنان بینندگان شما باید در چند کاتگوری ما بخش آزادی بیان و برخورد حکومت و رهبران حکومت وحدت ملی و مقام دولتی با رسانه ها و فعالین مدنی را باید تقسیم بندی بکنیم در نخست همان گونه که در زمان کمپاین های انتخاباتی خود رهبران حکومت وحدت ملی برای حمایت از آزادی بیان و دستاوردهای 15 ساله آزادی بیان و رسانه ها که در حال حاضر ما قرار داریم با از دست دادن قربانی های خبرنگاران و فعالان رسانه و جامعه مدنی به دست آوردیم اینا را برای حفظ بقا و برای رشد ای آزادی بیان و آزادی رسانه ها و در کل فعالیت های مدنی تعهد سپرده بودند که ما خوشبین بودیم نسبت به این تعهدات ولی در همین مدت ما شاهدی یک سلسله کمی ها و کاستی ها و عدم تعهدشان نسبت به آنچه که گفته بودند بودیم ما در همین دو سال بیشترین خشونت ها علیه رسانه ها و خبرنگاران را نسبت به 13 سال گذشته حکومت قبلی داشتیم متاسفانه و ما برای نخستین بار در تاریخ افغانستان در یک سال دوازده خبرنگار و کارمند رسانه را متاسفانه شاهدش بودیم که قربانی همین بحث شد و این نشان دهنده ای بود که حکومت نسبت به آنچه که گفته متعهد نیست ما در همین دو سال بیشترین خشونت هایی که صورت گرفته بود از طرف نیروهای امنیتی و در کل افراد و اشخاصی که در درون نظام بودن ما شاهدش بودیم که خشونت را علی خبرنگاران و رسانه ها روا داشتند ولی فراموش نکنین که ما در بخش آزادی بیان و آزاد رسانه ها دستاوردهای هم داشتیم نسبت به این حالات نخستین دستاورد ما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی توشیه قانون حق دسترسی به اطلاعات بوده در ادارات افغانستان که هرچند این به شکل عملی و درستش تا به حال تطبیق نشده در تمام ادارات افغانستان که باید معلومات به با دسترس خبرنگاران و رسانه ها قرار بگیره ولی ما یک دستاورد خیلی خوب گفته میتونیم و در پعلوش لغوی کمیسیون تخطیه های رسانه ای که در زمان حکومت قبلی برای سانسور مطبوعات و برای فشار آوردن علی رسانه ها و خبرنگار ها و فعالین جامعه مدنی اینا فعال جامعه رسانه ای تشکیل شده بود ما شاهد لغوی کمیسیون هم بودیم که میشه ایرم البته فشارهایی که جامعه رسانه ای و آزادی بیان و رسانه ها بالای رهبران حکومت وحدت ملی آوردن و ای هم لغو شد و بعدش برای نخستین بار ما بیش از 450 خبرنگار از تمام افغانستان را شاهد حضورشان در کابل بودیم و اینا تصویب اخلاق ملی رسانه ای را اینا تصویب کردن و برایش مهر تایید گذاشتن که باید اجرا شود و به عملی شود که خوشبختانه حکومت هم نسبت به این حضور همه خبرنگاران و آنچه که پیشنهاد کرده بودن و آنچه که تنظیم کردن و آماده کردن اخلاق ملی رس رسانه ای را مهر تایید گذاشتن و حمایت کردن و در چند روز اخیر ما شاهد طرز عملی مسئولیت خبرنگاران رسانه ها و کارمندان رسانه و در کل آزادی بیان در افغانستان بودیم که توسط نهادهای رسانه بازار رسانه ها و دیگر نهادهای رسانه ای اینا به حکومت پیشکش شده بود و خوشبختانه هم شورای امنیت افغانستان دفتر ریاست جمهوری دفتر ریاست اجرایی و وزارت داخله وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی اینا متحد به ای شدن و ایره آنچه که ما تقاضا کرده بودیم برای حفظ و مسئولیت کار خبرنگاران و ای هم دستاورد خیلی بزرگ است و این در حقیقت در عمر هم، دو سال عمر حکومت وحدت ملی بزرگترین کاری است که اگر ای به شکل درست و عملی تطبیق شود و از طرف حکومت افغانستان حمایت شود ما میتونیم در سالهای بعد شاهد اقلا کاهش خشونت علی خبرنگاران و رسانه ها باشیم حالا در دو سالی که گذشته از عمر حکومت وحدت ملی خشونت در برابر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بیشتر از آن چی بوده که در 13 سال عمر حکومت پیشین دقیقاً دلایل این چی میتونه باشه بی توجهی حکومت یا افزایش سطح ناامنی‌ها در کشور شما ببینید ما چند بحث داریم یک بخشی بخشی بود که خلای قدرت سیاسی به وجود آمد هر فرد بسیار آزادانه توانستن علی رسانه ها علی خبرنگاران خشونت را انجام بتن و رسانه ها را فشا، تحت فشار قرار بتن و از طرف دیگر هم ما میتونیم بخشی از ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی و مسئولین ادارات دولتی و خصوصا نیروهای امنیتی در بیشتر شما میدانیم که در همین دو سال ما شاهد وضعیت ناامنی در چه در مرکز و در ولایت افغانستان بودیم یک بخش این میتونه با که خشونت صورت گرفته و بخش دیگری هم وقتی که خلای قدرت سیاسی به وجود آمد حکومت متوجه تقسیم قدرت در در درون حکومت شدن و دوسیه های خشونتی که علی رسانه و علی خبرنگار ها بودن اینا به با باد فراموشی سپرده شدن و هیچگونه گونه فشار را برای بررسی دوسیه ها وجود نداشت این هم میشه یک بخشی از افزایش خشونت علی خبرنگاران صورت بگیرن چون که وقتی مافیات که وجود داشت مجازات که در گذشته وقتی که افراد خشونت را انجام داده بودند اینا مورد باسپورس قرار نگرفتن و مردم وقتی که دوباره اینا آمدن به یک شکل خلا دیدن و خشونت را انجام دادن ما این را میتونیم و شما بینید که ما در دوران حکومت وحدت ملی 226 ولایت افغانستان ناامن بودن که خبرنگاران بیشتر در ولایت های نامن دو نیروهای امنیتی بودن در بسیاری حالات مورد خشونت آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفتن که خودش میشه نمونه ای از بخش خشونت خبرنگاران باشه و تشدید جنگ ناامنی وضعیت همین گونه که شما میبینین این خود به خود نماینگر بدتر شدن وضعیت خبرنگاران رسانه ها در افغانستان است حالا بلیهاز نوشتاری که در سطر در صفحه کاغذ ها نوشته می شود حکومت وحدت ملی برای خبرنگاران دستاورد داشته و کارهای درست را انجام داده جمله تصویب قانونی دسترسی به اطلاعات که این از طرف رئیس جمهور مورد تصویب تایید قرار گرفته آنچه که در روی کردی عملی آورد داشته حکومت افغانستان تا حالا چی بود؟ ما در روی کردی عملی اگر بگیم که به شکل جدی و دست دستاورده داشته هیچ گونه دستاورد نداشته دیروز ما 68 رسانه را کپی های لغو جواز 68 رسانه را در افغانستان در 6 ماه اخیر از حکومت وحدت ملی که از دو سالش می ما شاهد سقوط 68 رسانه بودیم و بیش از 560 خبرنگار در دو سال حکومت وحدت ملی این کشور را فرار گفتن و امنیتی بهترین خبرنگاران ما از این کشور را فرار کردند و شماری از خبرنگارانی هم که در افغانستان وجود داره برای رسانه ها کار میکنن خیلی به حالت دشواری قرار داره ما اینا را گفته میتونیم که از ظروف حکومت بوده تنها نباید آدم تذکر بده که ما دستاوردی هم داشتیم در پهلوش ما ظروف حکومت را هم داشتیم عدم حمایت حکومت را هم داشتیم اگر واقعا به شکل جدی و اساسی حکومت از خبرنگاران و آزادی بیان و آزادی رسانه ها می داشت و تعهد می داشت ما شاهد 68 رسانه بی, بی سابقه است در سطح منطقه بی سابقه است که ما به یک بارگی در شش ماه 68 رسانه را اینا در وزارت اطلاعات فرهنگ درخواست لغو جواسای فعالیت خود را دادند این خودش یک زنگ خطر برای آزادی بیان و آزادی رسانه هاست و در پهلویش هم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده هم به یک حالت غافلگیر کننده مواجه شدن که اینا فشار را علیه حکومت افغانستان می آوردن تا دستاوردهای ما حفظ می شود اقلا ما اگر شاهد کاهش خشونت نمی دستاوردهای ما باید حفظ می شود و اینا سقوط نمی کرد سپاس دارم آقای موسوی در دو سال گذشته بیشتر نخشونت در برابر خبرنگاران کنشگران اجتماعی و افعالان مدنی صورت گرفته حتی به سابقه بودن نسبت به آنچه که در حکومت پیشین این کار این اتفاق افتاده از طرفی هم بسیاری از رسانه‌ها در افغانستان در این دو سال گذشته مسدود شدند و بیشترین خبرنگاران و کشور را ترک کردند و رفتن به خارج و چندین حمله بر خیزش که مدنی بودند در کابل در ولایت شده بیشترین این حملات از طرف پلیس و نیروهای نرو... امنیتی بوده حمله بر جنبش روشنایی که تروریستان حمله انجام دادن این حمله از طرف حکومت مورد بررسی قرار نگرفت همچنان به پاسخ مانده فکر میکنید این انبوهی به توجهی و حکومت در برابر رسانه ها و کارکنان رسانه چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و مهمان گرامی برنامه و بینندگان خوب و همکاران عزیز ببینید ما در کشور زندگی میکنیم یا در تحت قانون اساسی زندگی میکنیم که رفتار ما را میزان صلاحیت ما را میزان اقتدار ما را قانون مشخص میکنه در اصول وقت شما میگید یک نظام دموکراتیک در یک نظام دموکراتیک مردم سالار معناش است که رسانه ها به عنوان رکن چارم در کشور مورد اهمیت قرار می این اهمیت داره آقای جفرسون یکی از رؤسای جمهوری آمریکا میگه که اگر من انتخاب بکنم که ما یک حکومت داشته باشیم داشته باشیم بدون رسانه یا رسانه‌ای داشته باشیم بدون حکومت من ترجیح میدهم که رسانه داشته باشیم بدون حکومت این شما نمیتونید که بگید ما دموکراسی رو میخواییم اون بخشایش که به ما نفت میرسونه ما دموکراسی رو میخوایم که مردم به ما رای بیتن که ما رئیس جمهور شد ما دموکراسی رو میخوایم که مردم به ما رای که ما وکیل پارلمان شد ما دموکراسی رو میخوایم که مردم به ما رای بیتن که ما وزیر شد ما دموکراسی رو میخوایم که از پول مالی مردم مثلا ما بتونیم زندگی بکنیم اما او بخش دموکراسی که شما را محدود میسازد محدود میسازد به قانون محدود میسازد به اخلاق اجتماعی محدود میسازد که شما در مسیر یک نظام دموکراتیک چگونه حرکت بکنید اون مسیر را شما نپذیرید این به نظر ما در واقع اون نپذیرفتن کل نظام دموکراتیک به مردم سالار است من نگرانی می است که ببینید اگر قرار بر ای باشد که مثلا نیروهای امنیتی کشور به هر دلیلی مثلا جلوی مظاهره مردم را بگیرند یا با مردم با خشونت رفتار بکنه چی در بامیان باشد، چی در کابل باشد، چی در هرات باشد، چی در بدخشان یا نیروهای امنیتی شدت عملش بیشتر از میزان صلاحیت و موضوع باشد هر گونه برخورد با هر بهانه و واقعیت و غیر واقعیت هیچ بهانه نمیتوند در واقع توجیه خشونت در واقع منسوبین حکومت باشد این نظام نظام دموکراتیک و مردم سالار است شما میگید که قانون اساسی میگه که شما حق دارید اعتراض خود را در واقع واکنش خود را به وسیله تظاهرات تعصن یا هر عملی که در واقع نشان دهنده موضوع باشه شما نشان بدید مگر این عمل شما به کسی دیگه ضرر برسونه حکومت وحدت ملی ملی باورش بر این است و تاکید بر این دارد که ما در وضعیت بدی امنیتی قرار داریم و این وضعیت میراث مانده از حکومت پیشین در چنین حالتی ممکن اتفاقات پیش بیاید که خبرنگاران و فعالان مدنی متضرر شوند فکر میکنید این چقدر میتونه دلیلی برای توجه عملکردی کرده حکومت باشه نه این نمیتونه دلیل باشه ببینید اگر قراری باشد که در جامعه در کشور مثل افغانستان به هر پیمانی ای که جنگ و خشونت با طالبان وجود داشته باشد با تروریسم جنگ وجود داشته باشد این بهانه به با ای باشد که شما آزادی های مدنی رو محدود بکنید به هیچ این پذیرفتنی نیست هیچ دلیلی ندارد که شما بخواید چنین این کار را بکنید به جزایی که زمان حکومت نشان بتید. خب مردم فرض کرد با تظاهرات میکرد اونها مسلح کی نبود بم کی نداشت خب یک دو تا آدم اومده در یک جای ساده شدن خب حق داره که جمهورشو ببیند برای جمهور اعتراض بکنه همین کشورهای در مثلا جی هشت، وقتی سران قدرتمند جهان در یک از کشورهای اروپایی تشکیل جلسه میتن مردم از کل جهان میان در او کشور مثلا در در فرانسه در آلمان در هر جایی مظاهره برگزار میکند کسانی که مخالف نظام سرمایه‌داری است خب پلیس تنها کاری که میتونه در واقع میزانی که مظاهره در کجا برگزار شده که حداقل حلال آسیبی به این جلسه جهش نرسد نمیتونه کل کلی مذاکره در واقع تظاهرات لغو بکنه یا مثلا در در آمریکا وقتی رئیس جمهور سخنرانی میکنه مردم میده پیش کنگره ایستاده میشه یا مثلا در همه هر کشورهای همسایه ما شما وقتی که رئیس جمهور می خاندانی میکنه مردم حق اعتراض بکنه مردم میخواد رئیس جمهور ببینه مردم تأسف میکنه مردم خیلی برپا میکنه اگر قرار بر ای باشد که شما یک سبک سنگین بکنید که آیا رئیس جمهور در نهایت یا کل حکومت اهمیت دارد یا مردم با هر برنامه ای که شما را میزان بکنید مردم اهمیت دارد حرف نهایی را در نظام های دموکراتیک مردم میزند نه حکومت این حکومت تنها مشروعیتش بستگی به میزان رضایت مردم بنابراین من باور نیست که یعنی خشونت یا در واقع محدود کردن یا به هر دلیلی در مقابل حرکت های مدنی در افغانستان تبعات بسیار بسیار منفی دو چیزی داره شما حالا فکر بکنید بله وقتی مردم نتونه حرکت های مدنی خود را وقتی مردم نتونه در واقع اعتراض های مدنی خود را از طریق مسالمت آمیز بیان بکنه یا راه خودش در واقع نشان بده پس راهش چیست راهش چیست که خب و در دیگر کشورها که شما باید به زیر زمین برین و کاری را بکنید که او غیر قانونی باشد خب چرا مردم شما مردمی که وقتی میخواهید از طریق مسالمت صحبت بکنه و دیدگاهش را مطرح بکنه میخواهید به گونه های مختلف مردم اتهام ببندید اتهام های واهی اتهام های درست خب چرا مردم به این دلیل به این دلیل میخواستن خب اعتراض بکنه خب مردم حق دارن اعتراض بکنه اگر این نظام نظام دیکتاتوری است که شما حق دارید کسی دلتون انجام بدید اگر این نظام نظام دموکراتیک است شما محدود رفتارتون به قانون باشه شما حق ندارید چنین کارو بکنید تنها مسئله با من نیست اگر مثلا شما امروز این موضوع رو شما سطحی بگذارید مثلا حتی به جایی که مثلا مسببین موضوع را کسایی که خشونت کردن و کسایی که آزادی مدنی را در واقع محدود کردن اینها را متهم بکنید برای های مختلف و بگین که به این دلیل ما محدود کردیم فردا کار در کابل هم تکرار میشه در قزنی هم تکرار میشه در نگرهان هم تکرار میشه در هرات هم تکرار میشه حکومت میره به می طرف خودکامگی امین حکومتی که در مقابل طالب می جنگه کی می جنگه رئیس جمهور می جنگه وکلای پارلمان می جنگه یا این شورای امنیت می جنگه فرزندان امی مردمی در مقابل طالب می جنگه که خودشون مظاهره وقتی پیسرشان در مق... سی... در مقابل طالب سپر میشه وقتی مثلا سپ... سی... پیسرشان در مقابل توریسم سپر میشه وقتی شما را مالیه میته وقتی شما را حمایت میکنه کی حمایت می امی مردم وقتی که این مردم است که نظام وجود دارد پس هیچ توجهی هی ندارد ما وقتی میگیم نگارایی موضوع است که این است که خب شما این حرکت های را کنجا میتونید که حالا شما ممکن در حکومت هستین اید برمیگرده به کلیت نظام افغانستان ما مردم افغانستان در کل چه رهبر باشد چی مثلا پیرو باشد چی طبقه اشراف باشد چی متوسط باشد ما کلی ما صاحب یک سرزمین هستیم این سرزمینی را که مردم افغانستان با خون و با جان خود حفظ کرده دستاوردهایش را تا حالا آمده این دستاوردی کدام تیم مشخص نیست این من میخوام تکمیل بکنم بله. این دستاورد مردم افغانستان است این دستاورد باید حفظ شود آزادی بیانش باید حفظ شود حرکت مدنیش باید حفظ شود اعتراض مردم باید حفظ شود اگر اینها حفظ نشود خب در واقع این یک گام به عقب است شما در افغانستان در دهه دموکراسی رو داشتیم دهه رو داشتیم که مثلا دهه دموکراسی او دهی که آزادی است نسبت به امروز بهتر بود اما دیدید که حکومت عقب گرد کرد بل. یکی از مشکلات کل کارشورهای جهان شوم است این است که مثلا حکام پایبند به قانون نیست و از اون طرف هم آزادی های مدنی و آزادی های در واقع دموکراتیک که بساس قانون است اینها مقطعی عملی میشه بعد از ده سال بعد از 20 سال دوباره در واقع ما میریم به طرف دیگه ای که اون به هیچ عنوان به خیر صلاح مملکت نیست سپاسگزارم آقای پویا دیروز معترزین در بامیان مورد لط و مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار گرفت این معترزین میخواستن صدایشان را برای جمهور برسانند و بگویند برای جمهور که ما خواسته ها و مطالباتی از حکومت داریم و از شما داریم چرا فکر میکنید معترضین مورد حمله قرار میگیرن و مورد لاتکوب پلیس قرار میگیرند در حالی که معترضین با شعار آمدن با برگه از کاغذ و با دست داشتنشان با قلم فکر میکنید دلیل اصلی ترسی رئیس جمهور چی بوده و حکومت در کل ما اگر افراد اشخاص یا حکومت های بخواهند صدای مردم را خفه کنند صدای رسانه ها را خفه بسازند و اینا را تحت فشار قرار بدن اینا را محکوم میکنیم به هیچ وجه قابل توجیه نیست یک بحث بحث ما روی رسانه ها و آزادی بیان هست باید. اگر کسی صدای خود را میکشه اگر کسی فریاد میکشه اگر کسی دادخواهی میکنه اگر رسانه ای اگر خبرنگاری برای صدای مردم میآیند به صحنه حاضر میشن به ای تحت پیگرد قرار میگیرن یا خشونت مورد خشونت قرار میگیرن توسط هر گروهی که باشه این محکوم است ما گزارش های داشتیم از این وضعیتی که متاسفانه رخ داد از یک سو شمار از خبرنگاران منتقد گفته میشه منتقد نظام هست منتقد رئیس جمهور هست یعنی حکومت هست و اینا به شکل از صحنه دور برده شدن و یا هم دو خبرنگار ما در یک مدت زمان تا جمهور از بامیان برگشتن به کابل نه تحت بازداشت امنیتی ملی قرار گرفتند شما از خبرنگار منتقد حکومت نام بردید تفاوت خبرنگاری که منتقد است با خبرنگاری که رسانی میکنه در چی است ما ا... واقعا رسالت کدامش خوب در یک بخش, بخش متاسفانه ما میبینیم در یک در افغانستان همین گونه ما تشخیص کردن نتونستیم که ها میتونن اطلاع رسانی بکنن و که ها میتونن خبرنگاری باشن که همیشه باید حکومت را فشار بتن. ما در یک وضعیت دوگانگی قرار گرفتیم دیروز شماره از خبرنگاران وقتی که اینا بازداشت شدن گفتن ما با مسئولین حکومتی و مسئولین رسانه های حکومت که برای جمهور رفته بودن با اونا سریعا صحبت کردیم و اونا جدا این مسئله را رد کردن بله ما گزارش داشتیم که خبرنگاران مورد خشونت قرار گرفتن یک بحث خشونت مربوط میشه به همون اعتراضی که بحث نمی کنم شخصا رویش روی همون اعتراض هست که خبرنگاران هم شامل او اعتراض بوده و خلا توسط نیروهای امنیتی متاسفانه مورد خشونت قرار گرفته و به هر لحاظ باز هم یک بار تکرار می که اگر اونا میان اطلاعاتی میکنن و یا هم صدای خود را با مظاهره کنندگان آمدن فریاد کشیدن بحثی خشونت قرار گرفتن و یا هم بازداشت شدن در حقیقت بی حرمتی بر رسانه ها و بی حرمتی به آزادی بیان بی حرمتی با خبر و خبرنگاری هست ولی تاکید من به است که اگر قرار شوه این خبرنگار باید اطلاع رسانی بکنن دقیقاً نمو حرمت خبرنگاری حرمت رسانه‌ای حرمت آزادی بیان را حفظ بکنن و مطابق قانون اساسی افغانستان مطابق قانون رسانه همگانی افغانستان اونا اگر عمل بکنن ما امیدوار هستم کمتر مورد این چنین حالات مظاهرات و بعضی حالات مورد خشونت قرار بگیره ولی این که خشونت قرار گیر دین روز ای کاش این صورت نمی گرفت ای کاش نیروهای امنیتی همان برخورد زشته که با شماری از فعالان مدنی و یا هم مردم بامیان انجام دادن ای کاش صورت نمی گرفت ولی اگر صورت هم گرفته حال واقع شده همین مسئله جدا فشاری که ما آوردیم و باز هم تاکید میکنیم حکومت مسئول است و تا این افراد و اشخاصی که خبرنگاران فعالانی مدنی که برای دادخواهی آمده بودند و یا خصوصا خبرنگارانی که برای اطلاع رسانی آمده بودند و در زمره همان افراد و اشخاص قرار گرفتن که مظاهره میکنن و اینا سهوا و یا اشتباها و یا قصدا مورد خشونت قرار گرفتن باید عاملین مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و جدی هم بارها تاکید شده که مورد پیگرد قانونی قرار میگیره ما امیدوار هستیم قرار بگیره که ما شاهد تکرار چنین وضعیت و چنین حالت نباشیم که حداقل افرادی که صدای خود را بلند می کنن. افرادی که دیدگاه و نظریات بین مورد خشونت توسط پلیس به هم هر فردی که باشند چه حکومت باشند چه غیر حکومت باشند چه هر فردی که باشند اینا صورت بگیرند ما امیدوار هستم مامورین این مورد باسپاس قرار بگیرند قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب شد و شما به عنوان یک نهادی که گزارش ها بیشتر به شما میرسه چه اگر این قانون تطبیق میشه و مورد اجرای قرار میگیره چی این که این قانون مورد نقض قرار میگیره گزارش هایی که شما تا حالا دارید این قانون چقدر مورد اجرایی قرار گرفته و چقدر قانون از طرف های امنیتی و از طرف همچنان رسانها نقض شده ما 90 فیصد در حال حاضر شاهدی بودیم که قانون تطبیق نشده بیلی. ما در دولت افغانستان قانون شکنی از کدام نهاد بودن بیشتر نه قانون شکنی و... از حکومت بیلی. بوده و افرادی که در رده های بلند حکومت و همین نظام قرار دارن مورد اینا بوده و تحت فشار قرار دارن ما در بسیاری ولایت افغانستان زمانی که خبرنگارا و همکاران رسانه‌ای از رسانه ها مراجعه کردن برای اطلاع رسانی حتی فیسبوک شماری از فرماندهان امنیه ولایت را هم همین حکومت بسته کردن و فشار آوردن که شما حق ندارین تا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار بتین ولی ما 10 درصد را باید نادیده نگیریم 10 درصد خبرنگاران ما خصوصا در های مثل هلمند مثل نینگرهار و ولایت شمالی افغانستان کندوز و بدخشان ما شاهدش بودیم که اطلاعات در دسترس خبرنگاران قرار گرفته و اون هم خیلی واسطه و خیلی وسیله صورت گرفته ولی دیروز که ما با رئیس تطبیق قانون حق دسترسی و نظارت به حق دسترسی به اطلاعات صحبتای داشتیم اونا جدا تاکید کردن و یک بار دیگر هم تاکید کردن که هر فرد و هر اداره ای که به ما میگن هر فرد و هر اداره ای که اگر اطلاعات لازمه را به دسترس مطبوعات و رسانه ها قرار ندن اونا بر سرانوالی افغانستان یا دادستانی کلی افغانستان معرفی میشه ولی ما تا شایدش شاهدش نبودیم که یک اداره اطلاعات را ندادن و اونا به سرنوالی و یا هم ارگان های مطلی و داستانی کلی افغانستان معرفی شده باشند امروز ما زمانی که به طرف برنامه می آمدم شما از خبرنگاران به یکی از وزارت رفته بودن جدا شکایت داشتن از برخورد نامناسب افراد و اشخاصی که در کنار وزیر محترم قرار داشتن و در کنار اونا فقط هر باری که برای اطلاعات اینا میرن از اونا استعلام میخوان در حقیقت استعلامی هم لازم نیست وقت قانون حق دسترسی به اطلاعات بدون قید و شرط اطلاعاتی که لازمه باشه و به با امنیت داخلی و خارج افغانستان صدمه وارد نکنه و آنچه که باید قابل نشر باشه اینا را ادارات مسئول است و معذف هستند تا به دسترس مردم و رسانه ها قرار بتن فشارهایی که در شش ماه قبلی ما برای ریاست جمهوری و نشست هایی که برای ریاست برای رئیس جمهور داشتیم برای رئیس داشتیم بارها تاکید کردن که ما اطلاعات را به دسترس مطبوعات و خبرنگاران قرار میتیم ولی بعدا شاهدش بودیم که یا برخورد زشت کردن یا هم اطلاعات را ندادن یا هم متاسفانه یک قسم جنجالایی بودن که به ما میگن ما اطلاعات را میتیم و ادارات خود را هم مسئول که شما اطلاعات را به دسترس قرار بگیرید وقتی که وضعیت صورت میگیره وقتی که حملات انتحاری صورت میگیره وقتی که یک حادثه صورت میگیره یک ساعت بعد دو ساعت بعد همه مسئولینی که باید اطلاعات لازمه را برای رسانه ها بدن اینا یا شما را تلفنشون خاموشن یا حضور اصلا پیدا نمیکنن بیان که برای رسانه ها همون اطلاعاتی دستی اولیه لازمه که نیاز هست و ضروری هست و مهم هست برای مطبوعات بر رسانه ها قرار بدن بیشتر این سانسور به خاطر این صورت میگیره که مسائل امنیتی نباید درس کنه به بر ها اجتماعی به و شما میشاره کردید در صحبت هایتون که بیشتر این صفحات فیسبوک که مربوط به های پلیس و های نیروهای ارتش میشید مسدود شده از طرف حکومت حالا فکر میکنید این دلیل چقدر میتونه موجه باشه برای عدم اطلاع رسانی شما میبینین که ام مردم نیاز داره برای وضعیت امنیتی که چقدر خودشان در امن هست بس. وقتی یک فرماندی محلی و یا هم قماندانی امنیه در یک ولایت اطلاعات را به دسترس مردم قرار میتن میگن که شما وضعیت خوب است هرگز یک فرمانده یک ولایت اونا به ضد حکومت به ضد نظام به ضد منافع ملی یا به ضد امنیت خود تبلیغ نمیکنن هیچ چنین توجیه شده نمیتونن هر فرمانده تقویت نیروهای امنیتی را به دسترس نشر قرار میتن هر فرمانده امنیتی از پیشرفت نیروهای امنیتی قرار میتن ولی لازم هست مردم هم بدانن بحث منفی گرایی را هم بدانن که چی حالت صورت گرفته آیا یک ولسوالی سقوط کردن نیروهای امنیتی تا کجا پیشرفت کردن به کجا شکست خوردن چرا شکست خوردن به کدام کندک و یا هم فرماندهی که در محلات کماندان امنی قرار دارند به اینا یا در ولسوالی به اینا تا و یا هم کمک و همکاری صورت میگیرن یا نمیگیرن ما در اخیر در جان خیلی پکتیام شاهدش بودیم در صورتی که اگر همی رسانه رسانه‌ها همین صفحات اجتماعی فیسبوک نمیشدن 250 نفر 13 شبانه روز اینا در حالت دفاعی قرار داشتن از چهار اطراف محاصره بودن همین فیسبوک بودن همین رسانه اجتماعی بودن و همین فضا بودن که بالاخره حکومت را مجبور ساختن تا بیان خط محاصره را بشکنن و 250 نفر با 13 شهید و 26 زخمی را از چنگال دشمن نجات بده این خودش نماینگری هست که اگر فرماندهان متحد برای ای باشه و اطلاع رسانی بکنن ما شاهد کمترینه وضعیت امنیتی و خرابی اوضا در مرکز و در ولایت افغانستان خواهد بودیم سپاس این بحث را پس از این میان برنامه دنبال کنید درود مجدد همچنان بیننده سرنوش به گونه زنده از نور هستید آقای موسوی این پرسش را باشه با در میان میگذاریم که خبرنگارانی هستند که همیشه رسالت خبرنگاریشان را میگذارن کنار و همیشه منتقد دولت هستند و مثل یک اپیزیسون در برابر دولت عمل میکنند حالا حتی با چنین یک خبرنگاری هم میشه و حکومت از دریچه خشونت پیش بیاید و با زبان خشونت پاسخ بگه؟ به هیچ عنوان حکومت چون حق را نداره شما فرض بفرمایید که خبرنگار اپوزیسیون است بله آیا دولت حق دارد که با اپوزیسیونش با خشونت برخورد بکند؟ حق ندارد بله دولت به عنوان یک مؤسسه ملی خدماتی و امنیتی وظیفش این است که زمینه فعالیت و رشد را برای همه فراهم کند وقتی شما اپوزیسیون میگید معنای اپوزیسیون این است که یک اپوزیسیون رئیس جمهور دار از خود وزیر خارجه دارد وزیر دفاع دارد در کل دولت سایه دارد یک اپوزیسیون خبرنگار دارد یک اپوزیسیون یک نشریه رسمی منتقد حکومت دارد وقتی نشریه میگید تمام خبرنگار دارد بله ولی حکومت وظیفه است که حتی همون خبرنگاری منتقد به عنوان خبرنگار برخورد بکنه اساسا پیشرفت در جامعه اساس نقد به وجود اصل و حتی علم علم میگه با تایید به پیش نمیره بلکه با ابطال به پیش میره جامعه وقتی به طرف مسالمت آمیز و پیشرفت حرکت میکنه و آزادی های مدنی در واقع نهادی نمیشه که حکومت نقد پذیر باشد خب در واقع احزاب سیاسی نقد پذیر رفتار باشد. دیروزی حکومت و نیروهای امنیتی در بامیان را چگونه میشه در یک نظام دموکراتیک مورد بررسی قرار داد خب من میخوام در حال عرض بکنیم که ببینید این که در هر جایی مثلا یک کسی بر حکومت انتقاد بکنه و شما بگوین که متهم بکنید که خب شما عضو جنبش روشنایی هستین یا مثلا شما از فلان و مثلا فلان کس در اپوزیشن چیزی دولت در واقع برنامه میگیرید یا شما میخواید نظام را تخریب بکنید اینها به که خود را فریب بدهد و مردم را هیچ چیز آید نمی شما ولو که کسانی کجا تجمع کردن این درست که اونها حق مثلا تظاهرات را نداشتن وقتی اونها حق نداشتن یک کاری غیر قانونی کرد پس شما از کجا این حق را کسب کردید که با اونها با خوشنط رفتار بکنید این ده کجای ای قانون است پس شما در واقع مجرم تر از اون هست دیگه اگر اونها آمدن تنها تظاهرات کردن که به لحاظ قانونی ن... چیز نداشت در واقع جواز نداشت اما این جوازی شما با خوشنط رفتار بکنید شما را از کجا گرفتید این یعنی که به شما دادن پس بنابر این هیچ توجیهی ندارد اگر این کاری حکومت محلی با میون است توجیه ندارد اگر کاری حکومت مرکزی است توجیه ندارد ببینید یک ز... یک نظام به هر اندازه ای که تکسرگرا و پویا باشد انتقاد را نقد را از لایه های اجتماعی بپذیرد صدای مردم را بشنود صدای اپوزیسیون را بشنود این پایه های حکومت مستحکم است پایه های حکومت تا عمق در واقع اجتماع مستحکم میشه و به یک نحو مردم حمایت میکنه وقتی کسی می اعتراض میکنه به معنای نیست که شما نظام را ساقط بکنید یا کلیت نظام مورد نقد قرار بدید مردم اومدن برنامه حکومت رو در یک مرد نقد میکنن این بس. حق مردم باید نقد بکنن مردم نامده که نظام را نقد بکنن قانون اساسی رو نقد بکنن مثلا اصلا این سیستم رو نقد بکنن مردم اومده یکی از صدها برنامه حکومت را در یک بخش نقد میکنن یا قبول نداره اعتراض میکنن خب این حق مردم است حالا حکومت اگر وقتی در برابر بکنم. گروهی در برابر جمعی با ادبیات خشونت یا با ادبیات سرکوبگرانه اقدام میکنه به این معنا است که از این جریان و این گروه میترزه یا این جریان در پی ایجاد یک فضا و یک وضعیتی خرابتری هست کسانی که دیروز در بامیان اعتراض کردن و کسانی که چندی پیش در کابل اعتراض کردن و در همین جا مورد سرکوب حکومت و نیروهای دولتی قرار گرفتن ترسی اصلی حکومت در چی هست و چرا چنین اقدامات را میکنند؟ ما باور نیست که دو تا مشکل وجود دارد یک مشکلی که حکومت نمیتونه چنین مسائل را به دلیل عدم تجربهشون در افغانستان چون ما حکومتی داشتیم که هیچ با حرکت های مدنی در واقع نا تجربه ناموختن و درس نگرفتن به دلیل عدم تجربه مدیران حکومت این ترس وجود دارد و دوم این که متاسفانه حکومت با اون شنانی که شایسته مردم است فکر می کند که با بار که احترام نمیگذارد گذارد و ایلای که در بامیان کسانی که از حکومت و از جمهور استقبال کردن به مراتب بهتر از کسانی بودن که معترض بودن این گرانی نداشتند نه اونجا مشکل خب صدها نفر از رئیس جمهور استقبال کردن فقط که ده نفر دیگر هم اعتراض داشتن خب کجاش اشکال داره در همه جای دنیا میتونه شما در کجای دنیا پیدا میذارید که 100 درصد یک مردم از موافقه باشد از, از حکومت پس خب کم این که مردم حق دارد وقتی شما در زمان انتخاباتی میگید که من شهر را به عنوان یک شهری مرکز تجارتی یک شهر استراتژیک تبدیل میکنم خب بفرمایید تبدیل بکنید کجای کار در کجاست وقتی مردم اعتراض دارن نباید این گونه با مردم برخورد بکنه ما در نهایت از کجاست اگر حکومت در پیست که ای در واقع قدرت حکومت بیشتر شود و پایه های حکومت مستحکم شود و اقتدار پیدا بکند حکومت امنیتی و حکومت پلیسی در افغانستان جواب نمیده بیمید این در هیچ جای جو دنیا جواب نمیده با خصوص در افغانستان در اینجا حکومت جواب میده که حمایت مردم رو با خود داشته باشد حمایت توده ها رو با خود داشته باشد مردم از این حکومت حمایت کردند شما میبینید که بعد از اینکه از کنفرانسی بون آمدن در مثلا حکومت آقای کرده تشکیل شد تا امروز مردم بامیان به طور تمام قد از این حکومت حمایت کرد در ده. انتخابات شما میبینید که امروز هیچ گوشه ام افغانستان حتی کابل امنیت وجود ندارد اما شما در بامیان هستن مردم با صدای انفجار و انتحار و حتی با صدای فیر تفنگ بیگان است نسلی که 15 سال قبل متولد شده و امروز اگر ام این اخبار نباشد که شما نشنوید اصلا مردم با چیزی به نام تفنگ بیگان است پس مردمی که با این همه مدنیت، مردمی که امین مردمی که حالا ممکن منتقد حکومت باشد امین مردمی که با کاگل کردن سرک با مثلا ساختن چوک الکین و بسیار با کارهای دیگه ای که در واقع به یک نحو نماد حرکت های مدنی در افغانستان شده سپاسگزارم این مردم شایسته نیست که اون گونه با شما برخورد بکنه یعنی ما در نهایت هم که کوتاه بکنیم که حکومت به هر, هر موضوعی که اگر مردم را کم اهمیت بداند و مردم را در واقع در تعاملاتش به تعیین کننده نهایی اهداف نظام در نظر نگیرد این حکومت متاسفانه کارش با چالش مواجه است سپاسگزارم آقای پویا تنها مانع ایجاد کردن در برابر خبرنگاران برای دسترسی شون به اطلاعات مورد بحث نیست که حکومت در نظر گرفته ابزارهای اطلاع رسانی در دست خبرنگاران به ویژه صفهات اجتماعی مثل فیسبوک نیز مورد سانسور حکومت قرار میگیرد فکر میکنید این روند هنوز ادامه داره و پایان این چیکار خواهد شد و اعتراضاتی را که شما به عنوان یک کارکنی رسانه‌ای و این حال مسئول یک نهاد داری چی هست؟ تقریبا یک ماه قبل شماری از افرادی که به ای کشور خیانت کرده بودن از این کشور دزدی کرده بودن فسق و فجور را به ای ق... حق ای کشور روا داشته بودن یک نامه به رئیس جمهور و وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات افغانستان فرستاده بودن گویا شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک فیلتر شود دی هم مسدود شوه اگر امکانش مسدود شدن است فیلتر شود به اینا همه هدفشان رو میبینین که اینا برای پوشیدن نگهداشتن همین دزدی ها و همین کارهای مافیایی و فسق و فجورشان که هر روز غصب از غصب و مسائل دیگرش کفشا میشدن اینا چون این درخواست را کرده بودن متاسفانه در یک بخش حکومت هم حاضر بود گویا فیسبوک را سانسور بسازن و فلتر بکنن منتقدین حکومت منتقدین نظام منتقدین خصوصا که گفتن شماری از رهبران و کادرهای جامعه که مورد اهانت قرار میگیرن اینا باید به می اساس اینا درخواست کردن که فیسبوک مورد فلتر قرار بگیرن و این نامش فرستاده شد به ما بازار رسانه ها و فدراسیون نهاد های افغانستان نشستی که ما با وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم چند خیلی بحث های اساسی را مطرح کردیم نخستین حرف ما ای بود که بحث آزادی بیان را هیچ فرد هیچ قوتی نمیتونن فیلتر بسازه و یا هم تحت سانسور قرار بگیرن اگر شما از نگاه زور حرکت میکنین و فیسبوک را بند میکنین شما برین فیسبوک را بند کنین که چه حالت صورت میگیره و با یک م، م شهر افراد و شهروندان بیدار یک کشور مواجه میشین یک بحث است ما پیشنهادات ما مشخصا بود که متاسفانه در حال حاضر هم شما میبینید که فیسبوک در حال فیلتر شدن هست وضعیتش همین گونه است اگر شما در 12 بجه شب هم بخواین چیز رو پست بکنین یک ساعت بعد نیم ساعت بعد پست میشه خودش نگران کنین. ده هست که بدتر میپردازیم که چی باید بکنیم ولی پیشنهادات ما با شخصا به وزارت مخابرات افغانستانی بود که ما پشتبانه صفحات یا اکاونت های فیسبوک نیستیم که اونا منافع ملی ما را زیر خطر میندازند ما پشتبانه اکاونت ها یا فیسبوک های نیستیم که اونا به مذاهب با اطیان با مذاهب افغانستان و یا هم با افراد و اشخاص که صاحب رسوخ هستند و مردمای نیک هستند و اینا را مورد و تحقیر قرار میدن ما که پشتبانی هم نیستیم و در کل ما پشتبانه ای منتقدین ای نظام هستیم پشتبانه همه افراد و اشخاصی هستیم که میتونن از صفحات اجتماعی فیسبوک و یا هم دیگر صفحات اجتماعی حالا از, از وزارت اطلاعات فرهنگ شما نام بردید وزارت اطلاعات فرهنگ در کنار از اینکه مسئولیت داره خبرنگارها و رسانه ها را مورد نظر قرار داده ب... مورد نظر داشته باشه از طرفی هم مسئولیت داره که از اینها حمایت بکنه کارکردی وزارت اطلاعات فرهنگ چگونه بود عمل کردش در برابر حمایت از خبرنگاران و نظارت بر کار رسانی در افغانستان گونه است اگر شما ببینید برین در وزارت اطلاعات فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ کاملا فلج است در حال حاضر در حال حاضر ما یک وزارتی که باید اینا حامی اصلی و اساسی خبرنگاران و آزادی به نظر رسانه ها مثل دیگر کشورها باشه متاسفانه چون این چیزی وجود نداشته ما بارها گفتیم تاکید هم کردیم نامه های هم فرستادیم من به وزیر فرستادیم من موینانی وزیر فرستادیم که اه شما اه همین گونه که وزارت اطلاعات فرهنگ از نامش پیدا هست و در کرکولم اساسی که باید شما چی انجام بدین است اینا را به اجرا در بیاورید متاسفانه چون کار صورت نگرفته اگر همین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقویت کننده رسانه ها و آزادی بند در افغانستان میشد ما شاهد سقوط رسانه ها نمی بودیم شاهد حمایت رسانه ها می بودیم ما شاهد فرار خبرنگاران نمی بودیم ما شاهد افزایش خشونت قرار نمی ما قوت نداریم وزیر اطلاعات و فرهنگ قوت دارن به شورای وزیران میرن و فریاد میزنن برای جمهور بسیار واضح گفته میتونن که برای حمایت از خبرنگاران این کار با صورت بگیره و این کار صورت بگیره و چنین کارهایی صورت نمیگیره یا اقداماتی که میکنه به نتیجه است تا به حال صورت نگرفته ما شاهدش نبودیم حتی, تا تا حتی تقدیری خیلی کوچکی هم از خبرنگاران و قهرمانان رسانه ای ما که در جبهات جنگ و در, در داخل افغانستان از حملات انتحاری و انفجار و از وضعیت فساد و مسائل دیگر گزارش تهیه کردن و بسیاری از ادارات را برای اصلاح سازش کار کردن از تقدیر قرار نگرفتن بلکه یک بخشش کار میکنه برای سرکوب رسانه ها برای سرکوب آزادی بیان و برای عدم حمایت از خبرنگاران و رسانه های خودش خیلی نگران کننده هست ما بارها گفتیم جلساتی که چند روز قبل با موین وزارت اطلاعات فرهنگ موین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم خیلی گوش زد کردیم اگر شما برای اصلاح سازی وزارت کار نکنین اگر دقیق برای شما آنچه که وظیفه شما عمل نکنین در حقیقت ما اعتراض خواهد کردیم ب... یا برای لغوی وزارت ویا هم برای اصلاح سازی وزارت که وزارت باید دقیق کار شود شما می بینید یک بدبختی دیگری که وجود داره دوگانگی و یا هم سیگانگی مدیریت ها در وزارت خانه ها خودش شکنندگی کار فعالیت رسانه ای و حمایت از رسانه ها را متاسفانه به چالش میکشه شما میبینید در یک وزارت هست موین فرمانی وزیر را قبول نداره وزیر درخواست یا هم پیشنهاد مهین را قبول نداره رئیس درخواست موین را قبول نداره. این خوش یک یعنی خلای مدیریتی در داخل این وزارت ها خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ سببی شده که ما شاهدی عدم حمایت از خبرنگاران باشیم سپاسگزارم آقای موسوی آزادی بیان و امروز که ما داریم در رسانه ها صحبت میکنیم و در صفات اجتماعی مصروف هستیم و دولت را نقد و اطلاع رسانی میکنیم محصول زحمت کسانی است که در این راه قربانی شده و محصولی می شود گفت مردم افغانستان که اجازه دادن این قربانی را و این قربانی را پذیرفتن و چنین دستاوری آوردن حکومت افغانستان به عنوان یک نهادی که مسئولیت داره از اینها پاسبانی بکنه چقدر در این راستا واقعا گام های عملی برداشت ببینید حکومت فقط تنها مجری قانون اساسی است حکومت نه یک حروف بیشتر از قانون اساسی حق دارد عمل بکند نه کمتر بلی. هر گونه حرکت حکومت که بر خلاف قانون باشد این محکومت پذیرفتنی نیست این آزادی بیان شما صحبت میکنید این محصول این حکومت نیست بلکه این حکومتی که امروز شما میشناسید این محصول آزادی است که ما جور کردیم خودمان. نه اینکه یا ما را جور کرده باشد وضعیت شما در قانون اساسی مصوبه 82 تصویب میکنید که مردم آزادیش تا کجا حد اندازه دارد و چوکاتش مسیرش چیست پس این آزادی های مردم و این فداکاری های مردم و این نظری مردم بود که قانون اساسی رو تصویب کرد پذیرفت این قانون اساسی تنها مجریش این حکومت است حکومت دیگر صلاحیت ندارد بجز از قانون اساسی که بخواد خودش از مطابق به میل خود حرکت بکند یعنی حکومت محصول و در واقع این زاده خواستی جمعی مردم است چیزی بیشتر این حکومت نمیتونه باشه که یک شما فرد برای شما که این حکومت است که مردم را حفظ کرده این اشتباه است هر گاهی که مردم دست را از حمایت حکومت در هر کجا این عالم بکشد حکومتی وجود ندارد من میخوام مردم بکنم که همه ما هم رسا... ببینید یک محترم جناب آقای همکار ما اینجا البته خیلی بش... اشاره به کرد ببینید دمی جنگ های هلمند و قندوز خبرنگار... خبرنگاران جلوتر از سربازان در خط مقدم نبرد حضور دارند مگر در کجا وظیفه خبرنگاران است که در صفحه اول بجنگد این معلوم است که افغانستان با همهش زیباست با آزادی بیانش زیباست با اسکرش زیباست به جامعهش زیباست اگر شما بخواید هر جای زیرا بخواید در واقع بردارید این کار ناقص میشه یعنی حکومت افغانستان ما با, تکمیل با دا نپیسن دیدن این زیبایی ها که شما گفتید همش زیباست و با همه میشه زیبا زندگی کرد با نپسند این زیبایی ها و نادیده گرفتنشان میخواد خوا... می چی را ثابت کنم در پی انجامی چی کاری هست بله من میخوام خب برسم به نکته شما ببینید ما همه ما یعنی مردم افغانستان رسانه های افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان در واقع حکومت افغانستان همه ما یک هدف داریم او در واقع ثبات در افغانستان رفاه و عزت ملی و در واقع اقتدار افغانستان در نظام بین الملل و این لایه که هر کسی دیگه ای فکر بکند که اونها تنها میتونند نحوه اداره مملکت را بهتر از دیگران بفهمد خب اداره شو معلوم است دیگه شما وضعیت اقتصادی میبینید چگونه این آقایون رهبری کردن جنگ را میبینید وضعیتش چگونه هست اقتصاد وضعیتش چگونه است مهاجرت وضعیتش چگونه است پس قبول بکنید که مدیریتش ناقص است اما تو در قسمت جنگ ناقص است در قسمت مثلا اقتصاد ناقص است در قسمت مدیریت حرکت مدنی ناقص است باید قبول بکنند. حکومت در پای هر چی که باشد یعنی حکومت یک مثال معروف است که حکومت گویا سایه خود میترسد این واقعا ما چیزی که میتونیم درباره حکومت و برخورد های اخیرش بگم همین است شما از کسانی میترسید که حامیان شماست یعنی شما از مردم میترسید که حامی شماست پس شما چه انتظار دارید که شما را حمایت بکنه یعنی فقط ما بار که همون چیزی قبلا نرس کردم اینه یعنی که به نداشتن تجربیات مدیریت حرکت های کلان مدنی در افغانستان و همچنین به دلیل اینکه خب نسبت به مردم چی دیدگاهی داره و مردم را چگونه میبیند این دو, موارد دو موضوع عامل ازی شدن که حکومت نتونه وضعیت را به خوبی مدیریت بکنه در مسائل حرکت های مدنی ما نگرانی ما است که اگر حکومت اصلاح نشود امروز اگر مثلا با ده تا خبرنگار فرض با 5 تا خبرنگار خشونت بکنه با تعداد از مظاهره کنندگان در یک ایالت به هر بهانه خشونت بکنه این نباید برای حکومت به یک رسم تبدیل شود این نباید با... به عنوان یک شیوه حکومتداری تبدیل شود حکومتی در واقع مقبول و پذیرفتنی است که بتونه این حرکت ها و استعداد ها و اعتراض های متفاوت را بارور و شکوفا بسازد سپاس. در راستای تأمین منافع ملی ثبات و همگرایی سیاسی با وصل تفاوت هایی که در جامعه وجود دارد گذارم، آقای پویا شما پیشتر میخواستید نکاتی را مورد بررسی قرار بدید که به عنوان پیشنهادات است حالا ما در چنین وضعیت قرار داریم اوضاع اطلاع رسان و خبرنگاری در افغانستان دچار بحران شدیدی شده و این بحرانی است که اسرافی حکومت به وارد شده مورد خشونت قرار میگیرن خبرنگارها حکومت از خبرنگارها حمایت نمیکنه وزارت اطلاعات فرهنگ با وظایفش به درستی رسیدگی نمیکنه راه های بیرون رفت از این مشکل چی هست نخستین راه بیرون رفت اتحاد و اتحاد و هم فکری همه رسانه ها و خبرنگارها هست اگر ما رسانه ها جامعه رسانی را اتحاد هم فکر داشته باشیم فشار بسیار قوی و یک دست را علیه حکومت علیه آنهایی که خارج از حکومت قرار دارند علیه رسانه ها خشونت را انجام میتن ما داشته باشیم ما شاهد تغییر می باشیم و اگر چون این وضعیت نباشه ما در حال حاضر شاهدی هستیم که فیسبوک وضعیتش گد و بچه است. بله. اینترنت بسیار سرعتش فول داریم با ولی وضعیت های اجتماعی جمله نخستین کاری که سرعت کرده بالای فیسبوک سرعت کرد ما باوری ای هستیم که فیسبوک در حال فلتر شدن هست اما اه 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 ما در حال بسیج شدن نهادهای رسانه‌ای و شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگارها و های اجتماعی هستیم که از نزدیک با مسئولان حکومت صحبت بکنیم با وزارت مخابرات افغانستان که مسئول فیلتریشن فیلتر ساختن این ای شبکه ها را دارن از نزدیک بشینیم بینا بگم که شما چی کارای کرده روان هستین در این دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذره واکنش های بسیار تندی از جانب فالان رسانه و مدنی در افغانستان به جانب حکومت داشتیم ولی این واکنش ها نتیجه را نداده ما دیدیم که قربانی های زیادی هم دادیم جنبش روشنایی در دیمازن کابل مورد املا قرار گرفت و بیشتر از 80 تن قربانی شدند حکومت کماکان خاموش بود و هیچ دستاوردی هم از این اعتراضا نبوده فراموش نکنین که این شبکه های اجتماعی خیلی تغییرات آوردن بله. با وجودی که نمش به گونگی میاندازن خودره به فراموشی فکر میکنن که به بیخبری می اندازن. ولی همین شبکه های اجتماعی پایه های اساسی این حکومت را بلرزد. در میاره اگر واقعا انتقادات به جا باشه اگر با انتقادات سالم باشه اگر انتقادات با پیشنهادات صورت بگیره نه به توهین تحقیر ما بارها گفتیم برای حکومت هم گفتیم برای نظام هم گفتیم برای افراد و اشخاصی که در شبکه های اجتماعی هم حضور داره ما اینا هم گفتیم که ما هرگز شاهدی نیستیم که یک اکاونت فیسبوکی یک فرد فیسبوکی بیاین علی منافع ملی افغانستان دامن بزنن کار بکنن یک اکانتی فیسبوکی یا یک فرد فیسبوکی بیاین علی سقوط نظام افغانستان کار بکنند ما هرگز چنین چیزی نخواستیم یعنی امی... یعنی نظام به هر طریقش کی است حفظ این نظام صادقانه باید گفت که از وسایف هر شهروندی کشور هست بدیل این نظام همون یا دایش از یا طالب است ما کوشش داریم که این وضعیت بهتر شود و خوبتر شود و این با بسش سودن و هم فکر بودن رسانه ها و فعالان رسانی سپاس گذارم آقای موسوی آخرین پرسش از شما همین پرسش با شما در من مجزارم. پیشنهاد شما به این حکومت چیست؟ با کسانی که هم مسئله که شما هستند در سنگری اعتراض و در سنگری دادخواهی هستند چی کارهایی باید بکنند که این دادخواهیشان نتیجه بخش بشه؟ من باور که اولی که حکومت از همه کرده فقط خود را مطیع به مجری قانون بدانه بله حکومت نباید خود را فراتر از قانون فکر بکند نه خود را بالاتر از قانون حکومت مطیع و مجری قانون اساسی باید باشد و بحث بعدی که خب حکومتی میتونه مقبول تو گفتم باشد که افغانستان را با همه اشکالات خوبی ها و سختی و گرفتاری هاش حفظ بکنه افغانستان یک دو جنگ جریان داره اقتصادش مشکل داره خب ترورید بین الملل اینجا می‌زنگد، هیچ کدام اینها بهانه برای محدود شدن آزادی مدنی در افغانستان نباشد این حکومت اوزه جنگ با تروریسم و نامنی کشور را سر جای خودش قرار بتن آزادیهای مدنی و تطبیق قانون اساسی را سر جای خودش و در کل ما نیاز به یک همگرایی و یک بردوباری ملی داره یعنی همه ما در ضمن اینکه باید مجری و مطیع قانون باشیم نازوکی ها و حساسیت های افغانستان هم درک بکنیم که افغانستان کشور است که خب با چی وضعیت و شرایط قرار داره ما در یک بخش از صحبت های تایید میکنیم که هیچ کس هیچ انسان عاقل چی آدم فعال مدنی چی خبرنگار چی متز هیچ کس در پی تخریب نظام نیست اگر حکومت فکر کند که خبرنگار در بامیان یا یک فعال مدنی در دایکندی یک فعال مدنی در بدخشان قندهار حکومت را تخریب کند این اشتباه است بلکه سپاس. حکومت خود را خودش تخریب میکند باور ما در نهایت است که همه این حرکت ها و اعتراض ها در نهایت به تح... اگر مدیریت خوب شود به تحکیم ثبات و نهادین شدن آزادی های مدنی در افغانستان می انجامد سپاسگزارم از حضور میهمانان گرامی آقایان سید ناصر موسوی فعال مدنی و حامید پویا رئیس بازار رسانه‌های افغانستان شما. همچنان سپاسگزارم از شما بیننده‌های گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید وقتان خوش خدا نگهدارتان